سلام و عرض ادب خدمت شما تمام بیننده های عزیز کانال یوتیوب توق مدیا. دوستای عزیز، امیدوارم که در هر گوشه از دنیا که هستین جور و صحت و سلامت و لباس عافیت بر تن داشته باشین. عزیزای دل، به این هوای سرد زمستان امروز یک مهمان داریم که جناب آقای غریب نواز است، مرتضی غریب نواز. در برنامه با خود داریم که ببینیم که ایشان چی میخوانه برای ما امروز. هوا بسیار سرد است، دوستای عزیز ویدیو را بیننده باشین، ببینیم که آقای غریب نواز با ما چی میخوانه. امیدوارم که لذت ببرین. سلام علیکم آقای غریب نواز، خوش آمدید. سلام علیکم. اول ما سلام خدمت شما دارم و دوما خدمت امو عزیزایی که امی لحظه ما را از طریق امی چینل یوتیوب ببینه. امیدوار هستم که در هر جای دنیا که هستین عزیزم خوش و خوشحال و دور از همه رنج و مشکلات ها باشین. دیگه ثانیه ای که ما با شما هستیم، امیدوار هستم که برایتان خوش بگذره و خوش و خوشحال باشین. سلامت باشه آقای غریب نواز عزیز، همچنان به شما هم خوش بگذره، به ما خوبی از خوش میگذره، امیدوارم که به همه بیننده های عزیز ما نیز خوش بگذره. دوستای عزیز، در این هوای سرد با یک دل گرم و یک اجرای زیبا هم از جناب آقای غریب نواز می داشته باشیم. دیگه آقای غریب نواز چی میخوانی برای ما؟ والا یلدا جون، آهنگا کو آهنگای اصیل هزارگی به نهایت شیرین و زیبا هست. دیگه ما خو یک سبک انتخاب کردیم، سبک ما با دیگرها متفاوت است. دیگه دوستا امیدوار هستم که خسته نباشن از این سبک که من میخوانم، خسته نشن. بله انشاءالله، مطمئنم خسته نمیشه. کشکده و امو تو اصیل هزارگی میخوانم. بسیار عالی آقای غریب نواز، پس میشنویم. خانه ویران بودم، چو مرغی خانه
بسیار بسیار زیبا علی، واقعا این احساسی که در صدا و در گلون شما هست آقای غریب نواز واقعا قابل قدر است. ما که خیلی لذت بردیم، مطمئنم بیننده های عزیز ما در هر گوشه دنیا که باشد با شنیدن و دیدن این آهنگ مطمئنم که خیلی خوش می شود، بخاطر از اینکه بسیار همی تپرساز با همون احساس با همون هنجره زیبا اجرا کردن. بسیار عالی بود آقای غریب نواز. سلامت باشید. خب آقای غریب نواز، یک در وقت اجرای شما یادم آمد که از شما باید پرسان کنم، چند مدتی میشه که شما مثلا موسیقی کار کردین و اینقدر شیرین میخوانین و اینقدر هنجره تان زیباست؟ مطمئنا خیلی کارم کردین، زحمت هم کشیدین. بله یلدو جان عزیز، تقریبا ما از اولا که بودن و از خورترکی از خوشتکی تا نوجوان شدیم در مدرسه در مسجد در مسجد قریه بار و نوحه و روزه و ایگفا به حساب دینی و مذهب ما شما میخوندیم. بله. بعد از او آمدیم از تلخی های روزگار تکیه کردیم به موسیقی. در سال 93 بود که من در ایران میخوندم و هنرمند های ایرانی می نواخت در محفل ها برنامه ها، فقط میخوندم اونا نوازندگی مرا می کرد. باز همزی 94 دیگه از صفر دنبراو که برده شروع کردیم تا آمدیم محفل برنامه تجربه کردیم. کار یک هنرمندی که در 20 سال انجام می تنم در از 94, 95, 96, 97, 98, 99 تقریبا در 5 سال من. بسیار عالی آقای غریب نواز، واقعا مطمئنم خیلی زحمت کشیدید. دوستای عزیز، قسمی که آقای غریب نواز گفت سختی و تلخی روزگار واقعا آدم وادار میکنه بعضی کارها، مثل که بعضی ها به هنر رو میاره و دور از جان ما و شما باشد، بعضی هم به اعتیاد رو میاره. خب تلخی و سختی روزگار است که آدم دچار همچین چیزا میکنه، به ویژه موسیقی که خودم هم موسیقی کار میکنم و از من کدام مجبوری نیستم شوقه کی کار میکنم دیگه. آقای غریب نواز، کدام اجرای دیگه هم میکنی برای ما؟ یا که اگر خسته نشده باشین یک اجرای دیگه هم شما داشته باشیم خوب میشه، بخاطر از اینکه هوا بسیار سرد است مطمئنا لذت میبریم. بازم اجرا ما داشته باشیم یا نه؟ آقای غریب نواز، شما یک اجرا داشته باشین، بعد از یک مهمان دیگه هم داریم هنوز نرسیده، میرسه یک چند دقیقه دیگه تا آمدن از او. تو ما را با همی هوای سرد با صدای گرمید ما را گرم کن که کم لذت ببریم. اگر خسته نشده باشین، اگر خسته شده باشین خیر، مشکل نیست، مشکل نداره. بازم